درج تصاویر پرسنل. ما قبلا با نحوه ایجاد جداول مختلف و نمودارهای پویای مختلف آشنا شدیم و تونستیم یه جدولی این شکلی و نمودارهایی به این صورت رو رسم کنیم. حالا من مثلا 5 تا پرسنل دارم باهاشون کار میکنم. زمانی که روی اسم هر کدوم از اینا کلیک میکنم، میخوام اتفاقی که میفته علاوه بر تغییر حالا این جدول و این نمودار بر اساس عملکرد اون پرسنل، میخوام تصویر اون شخص رو هم اینجا ببینم. خب من میام اینجا روی اسم افراد کلیک میکنم، میبینیم که هم نمودار هم جدول و هم تصویر تغییر کرد. هر کدوم از این اسامی یه دونه عکس بهش تخصیص داده شده. خب حالا برای انجام این کار چطور باید پیش بریم؟ من میام اول از همه این نموداری که اینجا دارم رو حذف میکنم تا حالا با هم مجددا اون رو رسمش کنیم. خب میام به شیت شماره یکم که اینو به عنوان چرک نویس ازش داریم استفاده میکنیم. خب اول از همه من میام یه دونه ستون به سمت راست این جدولم اضافه میکنم و بهش مقادیر 1 رو میدم برای هر کدوم از افراد. حالا میام به این ستونم هم یه رنگی میدم که قابل تشخیص باشه. خب این تا اینجای کار. الان میام برای این مجموعه داده ها یه نمودار رسم میکنم، یه نمودار پای توپر انتخاب میکنم داده هام رو و یه نمودار رسم میکنم. خب این تا اینجای کار. این رو اینجا قرارش میدم، یه مقدار اندازش رو کوچیک‌تر میکنم. مثل قبل میام اضافات نمودارم رو حذف میکنم و حالا پس زمینش رو نو فیل و نو اوتلاین میکنم. خب این تا اینجای کار. پس من الان اومدم و با استفاده از یه نمودار پای توپر برای پرسنلم این نمودار رو رسم کردم. خب الان میام هر کدوم از این قسمت ها رو انتخاب میکنم. دقت کنین که فقط قسمت مورد نظر رو انتخاب کنین، کل نمودار انتخاب نشه. من زمانی که میام کلیک میکنم کل نمودار انتخاب میشه، لازمه که یه بار دیگه کلیک کنم تا فقط این قسمت انتخاب بشه. روش دبل کلیک میکنم، اینجا برای من باز میشه پنجره فرمت دیتا پوینت. خب من اینجا میام فیل اند لاین فیل. خب اینجا پیکچر اور تکسچر فیل رو انتخاب میکنم. اینجا این آنلاین رو روش کلیک میکنم و روی ورک آفلاین کلیک میکنم. در اینجا من استیکرهای مختلفی رو میبینم، میام هر کدوم رو که مورد نیازم هست انتخاب میکنم، فرقی نمیکنه. مثلا این رو اینسرت میکنم، میریم قسمت بعدی، دوباره فیل پیکچر اور تکسچر ورک آفلاین. این بار میام مثلا اینسرت میکنم، قسمت بعدی دوباره مثل قبل. این کار رو برای تمام قسمت ها انجام میدم. همه این قسمت های مختلف رو باید این کار رو انجام بدیم تا به هر کدوم از اسامی یه تصویر تخصیص داده بشه. اینجا پیکچر اور تکسچر اینسرت و آخریش هم این رو تخصیصش ندادیم. خب این به این شکل. من الان برای تمام پرسنلم تصویرشون رو اینجا قرار دادم. خب حالا میریم سراغ مرحله بعد. الان اینجا تمام افراد جلوی اسمشون یه دونه یک ثبت شده. من اگر بیام مثلا این یک موسوی رو صفر کنم، میبینیم که تصویر موسوی حذف شد. من اگر بیام برای احمدی صفر کنم، حذف شد. هر کدوم از اینها که صفر باشه حذف میشه تصویرش و وقتی که یک مقابل اسمشون قرار میگیره تصویرش مجددن اضافه میشه. خب من الان میام از یک کومبو باکس استفاده میکنم برای اینکه انتخاب کنم تصویر کدوم یکی از پرسنل من به من نمایش داده بشه.
سربرگ دیولوپر، اینسرت، یه دونه کومبو باکس انتخاب میکنم و روی صفحه درگ میکنم. روش راست کلیک میکنم، فرمت کنترل، اینپوت رنج رو، اسامی افراد رو میدم. قبل از اینپوت رنج هم من میام یه دونه شیت یک اضافه میکنم. این کار رو میکنم که زمانی که خواستم این کومبو باکسم رو کپی کنم و به اون کاربرگی که داشبوردم توش طراحی شده ببرم، تنظیماتم تغییر نکنه. و به عنوان سلینک هم حالا میام همین O43 رو بهش معرفی میکنم. شیت یک هم قبلش قرار میدم. فرمتش رو تغییر میدم که قابل تشخیص باشه. خب من الان هر کدوم از این اسامی رو که انتخاب کنم، میبینیم که عدد اون اسم توی سلول O43 ثبت میشه. حالا من میخوام فقط اون اسمی که انتخاب میکنم رو تصویرش رو ببینم. برای همین میام از یه دونه تابع ایف استفاده میکنم. ایف رو به چه صورت مینویسم؟ میام توی سلولی که مقادیر 0 و 1 قرار بود بگیره، تایپ میکنم مساویه ایف پرانتز باز. خب لوجیکال تکست من چیه؟ شرط من چیه؟ اگر سلول O43 این رو مطلقش میکنم مساوی 1 بود، بیا مقدار 1 رو به من بده، و اگر 1 نبود مقدار 0 رو به من بده. خب این رو میام تعمیم میدم به سلول های بعدی. الان برای تک تک این سلول ها همون تابع ایف رو نوشته. اگر O43 من 1 بود مقدار 1 رو به من بده، اگر چیزی غیر از 1 بود مقدار 0 به من بده. سلول O45 میرم این 1 رو پاک میکنم و 2 میذارم جاش. سلول بعدی دوباره اینجا پاک میکنم، 3 میذارم جاش. سلول بعدی پاک میکنم، 4، و آخری هم پاک میکنم و 5 رو قرار میدم. حالا اینجا من هر کدوم از این اسامی رو که انتخاب کنم، تصویری که به اون اسم تخصیص داده بودم برای من نمایش داده میشه. پس تونستیم با استفاده از یک کومبو باکس و تابع ایف این کار رو انجام بدیم. حالا میخوام اینو بیام منتقلش کنم به داشبورد خودم. میام نمودار رو و کومبو باکسم رو کپی میکنم و در اینجا قرارشون میدم. یه بار دیگه کنترل سی، کنترل وی. خب من اینا رو میگیرم و منتقل میکنم به این قسمت. حالا نمودارم رو یه مقدار کوچیکتر میکنم و در اینجا قرارش میدم و کومبو باکسم هم اینجا میذارم. کومبو باکسم الان با این فرق میکنه، چون حالا داده هایی که تخصیص دادم به این دوتا نمودار با اون داده ای که تخصیص دادم و حالا سل لینکی که گذاشتم و اینپوت رنجی که گذاشتم برای درج تصاویر متفاوته. برای همین دوتا کومبو باکس اینجا دارم. من حالا میتونستم به جای کومبو باکس دوم بیام از یه لیست باکس استفاده کنم. این کومبو باکس رو حذف میکنم، به شیت شماره 1 میرم، اینجا میام و از یه دونه لیست باکس استفاده میکنم. اینسرت، لیست باکس رو اینجا قرارش میدم، روش راست کلیک میکنم، فرمت کنترل، اینپوت رنج رو دوباره اسامی افراد، قبلش یه دونه شیت 1، و به عنوان سل لینک هم اینجا سلول O43، قبلش یه دونه شیت 1. گفتیم شیت 1 رو اگر نذاریم تنظیماتش به هم میخوره. توی لیست باکس گذاشتن من اینجا میتونم انتخاب کنم که حالا فقط کاربر من حق یه انتخاب داشته باشه، حق چند تا انتخاب داشته باشه و کلن انتخاب کردنش به چه شکل باشه. میبینیم که این کومبو باکس و این لیست باکس هم با هم منطبق میشن و هر کدوم از این اسامی رو من اینجا انتخاب میکنم توی کومبو باکس هم نمایش داده میشه. الان این رو کپی میکنم و به داشبوردم میبرم. اینجا اون رو قرارش میدم. هر کدوم از اسامی رو که بخوام انتخاب میکنم و میبینیم که عکس پرسنل من ثبت میشه. پس تونستیم با استفاده از تابع ایف، کومبو باکس یا حالا لیست باکس و چند تا تصویر و یه نمودار پای،
بیایم و تصویر پرسنلمون رو به صورت پویا توی داشبوردمون قرار بدیم. کار سختی هم نبود. با تابع ایفش آشنا شدیم. می اومدیم ایف رو روی اون سلولی که به عنوان سل لینک به کومبو باکس یا لیست باکسمون معرفی میکردیم قرار میدادیم. تنظیمات نمودارش هم مثل قبل بود. اضافات نمودار رو حذف میکردیم و توی قسمت فیل می اومدیم عکس قرار میدادیم و یه پیکچر اونجا میذاشتیم برای هر کدوم از اسامی.